امروز 8 شهریور ماه 1402 ما در سالن همایش‌های برج میلاد حضور داریم به مناسبت سالروز شهادت دکتر باهنر و روز ملی مبارزه با تروریسم. امروز یه روزیه که ما توش خیلی حرفا رو گفتن داریم. از شهادت 17000 شهید ترور در دهه 60 و متأخرترینشون شهید سلیمانی عزیز و شهید فخری، همه و همه ماحصل حقد و کینه گورک‌های تروریستی بوده در طول این 40 سال که بدون حمایت‌های کشورهای اروپایی غیر ممکن بود به خیلی از این اهداف برسن. حالا در سایه یک فراموشی 40 ساله خیلی از این کشورها و در رأسشون ایالات متحده آمریکا در یک شو و اجرای کاملا تناقض‌آمیز جمهوری اسلامی رو متهم به پرونده های حقوق بشری کرده. میریم ببینیم بیشتر چه خبر از اینجا. بنیاد هاویلیان تأسیس شد با دو هدف: یک، تبیین جنایات تروریستی در کشورمون به خصوص در دهه 60 برای یکی دو نسل گذشته که چیز چندانی شاید از تاریخ انقلاب اسلامی نداند و اون چیزی که بر ملت ایران در اون یکی دو دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی رفت. دو، دنبال کردن جنایات تروریستی و مطالبه گری اقدامات در عرصه بین المللی از کشورهایی که میزبان این گروه های تروریستی هستند. جنایتی سردش لبیدنگی داره. سردش مساکر has been forgotten. دنگی همه کرد هیچ وقت نبیست. Our voice has never been heard. میخوام بگم این منافقین رو بشناسن دیگه. ببینن اینا چقدر مظلومانه این شهدار رو ترور کردن. بگه شهید من چه گناهی کرده بود. با 3 تا بچه. جلو چشم خودش. دل خود مادرش، بچه‌هاش، من به شهادت رسوندن. آقای گناهش چی بوده؟ گناهش اینکه خدمت می‌کرده به انقلاب. چیکار کرده بود؟ حالا باید جوانا ببینن، بشناسن. هوادار اینا نباشن. حبسش تایید خواهد شد. روز رو می‌بینید. اون 17000 که کشتین چی شد پس؟ بیشترم از یکی از دلایلی که ما تشکل ایجاد کردیم با حضور خانواده شهدا این بود که احساس کردیم دنیا هم جنایت، یعنی قدرت‌های خارجی هم جنایاتی رو در کشورمون انجام دادن و هم مدعی همون جنایات هست، یعنی به هر حال خودشون رو میخوان بنشونن در جای مظلوم و خود جانی که این جنایات رو انجام داده در جای مظلوم بنشونن. شاهد مثال این قضیه هم همینه که ما در کشورمون 17000 شهید ترور داریم توسط 35 گروهک مسلح که همشون دفاترشون در کشورهای اروپایی و امریکایی است، ولی خود ما داریم متهم میشیم به حمایت از تروریسم بدون اینکه یک قطعنامه از این ور هم صادر شده باشه. اگر خیلی دشمنان یه مقدار منصفی داشته باشیم، لااقل اتهاماتی که دارن به ما میزنن اون بخش از واقعیات رو هم باید یه بخشش رو منعکس بکنن، ولی هیچ انعکاسی از این جبهه ما شاهد نیستیم.